سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون. ببینیم چه انرژی هایی با همون از شنبه 7 خرداد تا جمعه 13 خرداد همراهی میکنه. عزیزان دل، در این فال برای 12 ماه من در اون دسکریپشن براتون خواهم گذاشت، از اوراکل های مختلف و همچنین تاروت استفاده خواهم کرد، از عددشناسی استفاده خواهم کرد و همچنین یک کارت فرشتگان رو هم نصیحت فرشتگان رو هم براتون خواهم گذاشت. دوستان توجه کنین، در مورد دامنه هایی که در این فال صحبت خواهیم کرد، یکی دامنه احساسی هست، دامنه کاری مالی هست که در موردش صحبت خواهیم کرد. دوستان من یک کارت ماه شناسی رو به اون اضافه کردم به خاطر که هفته دیگه ماه نو هست و ببینیم که ماه نو چه انرژی هایی رو با خودش برای شما و همراه خواهد آورد. دوستان مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن، خیلی خیلی خوش آمدین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان یارانی که هستین و با کامنتاتون و با لایکاتون از این کانال که کانال خودتون هست حمایت میکنین. عزیزان دل، برای یک تبادل منصفانه و اینکه انرژی من به شما بخوره، اگر تا حالا عضو این کانال نشدین لطف کنین اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین و اگر که میل دارین دوستان این کانال رو به دیگران هم معرفی کنین، لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره و به این صورت هست که انرژی هامون با همدیگه همخوانی و همسویی خواهد داشت. خب من سخن رو کوتاه میکنم و میرم سراغ اولین برج. دوستان سلام به دوستان و عزیزان متولدین فروردین. دوستان عزیزان بریم با همدیگه ببینیم در انرژی های شما چه خبر هست، ولی همونجور که در اول فال گفتم، در مقدمه گفتم، برای اینکه انرژی هامون با همدیگه همخوانی و همسویی داشته باشه، اگر تا حالا عضو این کانال نشدین لطف کنین اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین و همچنین لایک کنین یا کامنت بذارین که بتونیم با هم یک همخوانی انرژی داشته باشیم و اینکه انرژی های من به شما بخوره یا انرژی های شما به من بخوره. خب بریم ببینیم که چه خبر هست در کارت ها، چه انرژی از نظر عدد شناسی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. عدد 9 افتاده، حرف از بخشندگی شما دوستان عزیزان فروردین ماهی میزنه و اینکه احساس همدردی کردن با دیگران و اون به قول معروف دیدگاه خودتون از مسائل بزرگتر میکنین، وسعت دید پیدا میکنین و همچنین باز هم سعی میکنین که دیگران رو درک کنین. به فکر یک مسافرت یک سریاتون هستین دوستان و اون احساسات درونی خودتون رو دارین بیان میکنین و بیشتر به منفعت دست جمعی فکر میکنین تا اینکه به منفعت خودتون. دوستان خب بریم ببینیم که کارت های دیگه چی بهمون میگن. کارت ماه‌شناسی برای ماه نو، ماه جدید، هلال ماه چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. خب ماه برای شما افتاده صورت واقعی خودتون رو به دیگران چیکار میکنین نشون میدین، یعنی اینکه آنچه را که هستم نشون میدم به دیگران، خب نه بیشتر نه کمتر. ببین دیدم که اینجا عدد 9 عددی هست که دارین کم کم به آخر یک دوره‌ای میرسین، هنوز 10 وارد نشده. پس در این دوره‌ای که هستین دوستان با دیگران همون جور بخشنده و سخاوتمند هستین که اونها با شما هستن. اوکی، چهره واقعیتون رو نشون میدین، خودتون هستین و فیلم بازی نمیکنین. انرژی هستش که ماه جدید و ماه نو شما رو به اون سمت میرسونه، میبره. خب اولین دامنه‌ای که با هم دیگه نگاه میکنیم دوستان، دامنه احساسی شما هست. ببینید چه کارت خودش افتاد دوستان. در مورد دامنه احساسی شما، یک سری شما از عزیزان دل وارد دوره نقاهتی شدین، دوره نقاهتی رو دارین پشت سر میگذارین. این هفته دارم میبینم که انرژی دارین میگیرین دوستان. اوکی، صبر میکنم، عجله در دامنه احساسیم ندارم. در واقع به فکر یک مکالمه، یک سری هاتونم به فکر این برقراری یک مکالمه با شخصی هستین. اوکی، من کارت های بعدی رو میچینم. انرژی هستش که میانه روی میکنم در دامنه احساسیم، خب محتاطانه عمل میکنم در دامنه احساسیم. در واقع خب ببین دوستان عزیزان، در مورد دامنه احساسیتون خب دارم میبینم که خب در مورد مسائل احساسیتون، در مورد عشق، در واقع شما ببینید باید راهی رو انتخاب کنین، تصمیمی رو بگیرین در مورد خودتون که آیا این دوره نقاهت رو به سر ببرم یا اینکه نه.
مسئله احساسی شما مسئله هست برای شما که واقعا از شما انرژی برده، یک سریاتون جدایی وجود داره که باعث شده که چیکار کنه، باعث شده که شما رو دچار استراب و استرس کنه. حتی یک سریاتون شاید به فکر یک جدایی هستین و به این فکر جدایی هستش که شما چی هستش، شما رو توی این حالت استراب و استرس گذاشته. ببین حتی برای یک سریاتون باعث بیماری شده که اینجا دوره نگاه حتی دارم پشت سر میگذارم، بیماری عشق. به هر حال مسائل احساسیتون مسائل ساده نیستن، بهشون فکر میکنین، عجله ندارین، به خاطر اینکه تجربه دارین و اینکه میدونین مسائل احساسی شما رو چیکار کردن، از پا انداختن. خب ببینیم که در دامنه کاری چه خبر هست دوستان. عزیزانی که کار نمی‌کنن میتونن در دامنه‌های زندگی روزمره‌شون و یا اینکه در دامنه اداری سازمانی هر چیزی که هست بخوان نگاه کنین. خب در دامنه کاری ببینید مسابقه براتون افتاده، حالا یا اینکه شما با دیگران در جنگ و جدال هستین، در مورد مسئله‌ای دارین زمینه سازی می‌کنین، میدونین که دامنه کاری شما در اون رقیب زیاد دارین، یا اینکه به طور کلی باید تلاش زیاد کنین، زحمت زیاد بکشین. در حال حاضر یک سری‌ها در حال تفکر هستن، یا یک سری‌ها در حال یک آرامش هستن و همجور آرامش رو قبل از اینکه وارد جنگ بشن. خب شاید یک سری‌هاتون در حال حاضر کار نمی‌کنین، نمیدونم، یا اینکه در حال این هستیم که چگونگی آمادگی خودتون، آماده سازی خودتون در مورد مسائل کاری کنید. مسائل کاری برای شما بسیار روشن هستن. یک سری از شما عزیزان دل دوره ای رو پشت سر گذاشتین از نظر کاری، وارد دوره جدید شدین، حالا کاری رو از دست دادین، یا اینکه کارتون رو عوض کردین، یا شروع دوباره در همون کاری که هستین. مسئله هستش که ببینید برای شما مسئله میخواین الان دیگه کار شما حال شما رو خوب کنه. ببینید یک سریاتون هم در دامنه کار میکنین که ممکنه که به احساساتتون بستگی داشته باشه، یعنی دوست دارم در دامنه کار کنم که به حس ششم هم بستگی داشته باشه یا به احساساتم. به هر حال حس ششمتون هم باهاتون حرف میزنه، میدونین چی میخواین یک مقدار سبکبالی وارد کارتون بشه، ولی به هر حال تاخیر افتاده در این دامنه، در دامنه کاریتون براتون تاخیر افتاده. ببینید حرف از تغییر و تحول میزنه، حرف از حرکت میزنه، یک سری ها از جای به جای دیگه رفتن، جا به جای کاری دارن، ولی به هر حال مسائل هم براتون روشن هست و هم که شروع دوباره، به فکر یک شروع دوباره هستین، شروعی که ممکنه که با تاخیر سراغتون میاد دوستان. در مورد مسائل مالیتون، ببینید مسائل مالیتون دستتون هست، حالا برای یک سری ها ممکنه که آقایی در مسائل مالی شما دخیل باشه دوستان، به هر حال مسائل مالی شما به طور کلی بر اون یک تسلط کامل داره. براتون یه مقدار مشکل میبینم این هفته، ممکنه که مشکلات مالی وجود داشته باشن، ممکنه که مشکلاتی هستن که بزرگ و کوچیک هستن، هم بزرگ هستن هم کوچیک هستن، یک سریاشون میان و میرن، یک سری دیگه‌شون ممکنه باقی بمونن. ولی میگه که ببینید این کارت میگه که نگرانی شما بی خود هست، چون به هر حال نگرانی فایده ای نداره، باید به دنبال راه حلی باشه. ممکنه که در بخواب به خاطر نامه ای، به خاطر ورقه ای، به خاطر سندی یک مشکل مالی شما برای شما داشته به وجود بیاد که میتونه روی دوستاتون، افرادی که به شما وفادار هستن، میتونین چیکار کنین، حساب کنین دوستان. ببینیم که کارت بعدی بهمون چی میگه. برای باز هم حرف از صحبت میزنه، حرف از خبر میزنه، خبری به گوش شما خواهد رسید. با اینکه شما الان زندگی مالیتون رو در دست دارین، ممکنه که این هفته باعث بشه که مقداری شما رو گم و گیج کنه و اینکه احساس کنین که در مقابل یک به قول معروف بستگی مالی قرار دارین. خب و کارت فرشتگان مقرب به شما میگن که پول بر سر راحت، سکه بر سر راحت. یه وقتایی من توجه تو رو از طریق گذاشتن سکه بر سر راه جلب میکنم، اونا رو جاهای مختلف میندازم. اگر بر سر راهت این سکه ها رو پیدا کردی، بدون که از طرف من هستش و به خاطر اینکه میخوام بهت بگم که کاهلی نکن، به راهت ادامه بده، راه تو راه خوبی هست. خب عزیزان و دوستان این فال شما بود، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و هفته خوبی داشته باشید. سلام به دوستان و عزیزان متولدین اردیبهشت. دوستان با هم ببینیم در هفته 7 خرداد تا 13 خرداد چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. عزیزان مثل همه برج ها بهتون میگم برای یک تبادل منصفانه انرژی
و اینکه انرژی هامون به هم دیگه بخوره و اینکه همسویی داشته باشه. اگر تا حالا عضو این کانال نشدین، لطف کنین دکمه سابسکرایب رو فشار بدین تا عضو این کانال بشین دوستان، و حتما برای اینکه واقعا این تبادل انرژی تا اونجایی که امکان داره واقعی باشه دوستان، اون لایک کنین یا کامنت بذارین، و به این گونه هستش که میتونیم با هم دیگه یک به هر حال یک تبادل انرژی خوب داشته باشیم. دوستان کارتی که برای شما افتاد عدد از نظر عدد شناسی عدد 11 افتاد. حرف از این میزنه که من فکر میکنم، من به اون منفعت گروهی فکر میکنم، و اینکه شرایط رو سعی میکنین که بهبود بهش بدین، به حس ششم خودتون توجه میکنین، خود تباهی نمیکنین، به فکر آفرینش هستین، به اون خودتون و استعدادهای خودتون رو باور دارین و قبول دارین. بسیار زیبا دوستان، عدد 11 براتون افتاده. خب بریم ببینیم که از نظر ماه‌شناسی این ماه جدیدی که داره میاد هفته آینده در واقع چه انرژی هایی رو با خودش برای شما عزیزان دوستان به همراه میاره. خب انرژی که با خودش برای شما میاره بهتون میگه که الان موقع این هستش که منفی رو از خودتون دور کنید. پس این ماه جدید باعث میشه که شما از انرژی های منفی دور بشین و اینکه خودتون رو آنچنان به قول معروف در منفی بودن غوطه ور نشین و بیشتر به سمت مثبت بریم، و در عدد 11 این حرف رو بهمون میزن دوستان. خب بریم ببینیم در دامنه احساسی شما چه خبر هست و تاروت چه حرفی بهمون میزنه دوستان. دامنه احساسی شما بار شما سنگین هستش، به جایی رسیدین که میخواین همه چیز رو رها کنین، راهی که اومدین راه بسیار سختی بوده و اینکه گم و گیج هستین دوستان، و این در مورد زندگی احساسیتون نمیدونین چه کار کنین تا اینکه بخواین به هر حال به یک مقصد و مکانی برسین. اینقدر که بارتون سنگین هست که دلتون میخواد همه چیز رو رها کنین. خب ببینین یکی کارت رو ببینین. برای یک سریاتون رابطه‌ای بوده که تمام شده دوستان، تغییر تحولی که در اون به وجود اومده، حالا شما دارین روی خودتون کار میکنین، سعی میکنین که از اون حالتهای بد در بیان، ولی باز هم دارم این تغییر تحول رو براتون میبینم، ولی زمان خواهد برد. انگار که مسئله هست، ببینید لکلک براتون افتاده. لکلک همیشه تغییر تحول بسیار خوب و عالی هستش، ولی لکلک مهاجره. انگار این جدایی که در گذشته بوده، این غمی که در گذشته بوده میره و میاد دوستان، و جانب دیگه خودتون هم در سکوتی فرو رفتین. حالا یا شما هستین یا انرژی شخص احساسیتون هست دوستان که در سکوتی هستین و دارین اوج میگیرین در مقابل مسائل احساسیتون. خب بریم ببینیم که کارت بعدی بهتون چی میگه دوستان. یک سریاتون منتظر تغییر تحولی بودین که در زندگیتون نیومده هنوز دوستان، پس دارین بسیار کار میکنین. یه سریاتون ممکنه که ببینین به خاطر که دروغی در زندگی احساسیتون بوده. یک سریاتون عزیزان دل به فکر این تغییر تحولی هستین که وجود نداره، دوست دارین که شاید یک دفتر گذشتتون رو که بسته بودین باز کنین دو مرتبه. مسئله این هست که ذهنتون رو درگیر کرده به هر حال. خب بریم ببینیم کارت بعدی بهمون در مورد مسائل کاری چی میگه. در مورد مسائل کاری هم آنچنان دارم میبینم که مسائل احساسیتون سنگین هست، مسائل کاریتون هم انگار که این هفته یک مسئله که غافلگیرتون خواهد کرد به گوشتون خواهد رسید، و در این پشت دارم میبینم قدرتمند دارین میشین در مورد مسائل کاری. خب بریم ببینیم که کارت های دیگه چی بهمون میگن دوستان. این هفته در دامنه کاریتون دوستان مواظب بحث و گفتگوها باشین، به خاطر که ممکنه که با شخصی شما دعوا داشته باشین. خب بخواین دست به کاری بزنین، شروع دوباره داشته باشین، بخواین صحبت کنین، و این صحبت ها باعث بشن که این مسائل چی بشه بر روی یک حالا یک مسئله کاری یا مسائل جزئی هم ممکنه باشه، ممکنه که احساسات شما رو تحت شعاع قرار بده و اینکه بحث و دعوایی بشه و چیز خراب بشه دوستان. مواظب این هفته مواظب مسائل کاریتون باشین. و اما بریم ببینیم در دامنه مسائل مالیتون چه خبر هست. خب در دامنه مسائل مالیتون ببینیم حرکت‌های بسیار خوبی هست. شما خودتون به صورت عاقلانه برخورد می‌کنید، پروژه‌هایی در سر دارین، به هر حال مسائل مالی برای شما روشن هستن،
راهتون روشن هستش، تصمیماتی دارین و میخواین به این تصمیمات چیکار کنین، دست به عمل بزنین، هنوز در فکرتون هست در این ما. دارم میبینم خیلی با نقشه و زرنگانه جلو میرین در مورد مسائل مالی و اینکه میدونین که زمان خواهد برد یک سری از شما مسائل مالیتون به جایی برسه و اینکه یک سریاتون هم در مورد شاید یک ارث خانوادگی دوستان دارم براتون دشمن میبینم. به فکر این هستین که کاری کنین، دست به عمل بزنین و این مسئله خانوادگی رو چیکار کنین، درست کنین دوستان. و اینکه دارم میبینم باید انتخابی انجام بدین در دامنه مالیتون دوستان. میدونین که باید با نقشه جلو برین، میدونین که مسائل زمان خواهند برد تا درست بشن، میدونین که باید پوست دوباره بندازین، میدونین که دشمن وجود داره براتون، ولی دارم میبینم و حسود وجود داره، ولی باید انتخابی انجام بدین در مورد مسائل مالی. اون انتخابتون رو من نمیدونم. یا اینکه دوچار دوگانگی خواهین شد این هفته در مورد مسائل مالیتون. خب ببینیم فرشگان مقرب شما چه پیامی براتون دارن. فرشگان مقرب حرف از این میزنن به خودت اعتماد داشته باش، تو شخص بسیار مهمی هستی، پس بنابراین یاد بگیرین که به خودت اعتماد داشته باش. تو بهتر از هر شخصی میدونی که چه چیزی برای تو خوب هست و چه چیزی در درون خودت، در ژرفای خودت میخوای. خب من به تو اعتماد دارم، پس دوست دارم که تو هم به خودت اعتماد داشته باشی، با خودت نرمش داشته باش و صبور باش و درک داشته باش. یادت بیاد که تو بهترین دوست خودت هستی. خب دوستان عزیزم، این فایل شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه. خدا نگهدار عزیزم. سلام به دوستان و عزیزان متولدین خرداد. دوستان تولدتون مبارک. عزیزان دل، با هم ببینیم چه انرژی هایی در هفته 7 خرداد تا 13 خرداد با شما همراهی میکنه. ولی مثل هر برج بهتون میگم برای تبادل منصفانه یک انرژی، اگر تا حالا عضو این کانال نشدین لطف کنین عضو این کانال بشین، اون دکمه سابسکرایبر رو فشار بدین و لایک کنید یا کامنت بذارین. این تنها راهی هست که ما میتونیم یک تبادل منصفانه داشته باشیم و همسویی و همخوانی انرژی ها با هم دیگه، که من انرژی شما رو دریافت کنم و شما انرژی منو دریافت کنید. خب دوستان بریم ببینیم چه خبر هست در کارت ها. این هفته بر شما عدد 12 افتاده. عدد 12 حرف از این میزنه که از خودم هم سبقت میگیرم و اینکه من به قدرت خودم ایمان دارم و اینکه دست به عمل میزنم و دست به عمل میزنم با شجاعت. قدرتم رو پرورش میدم، خودم رو میسازم و اینکه با ترس هام راه میام و با درایت عمل میکنم و تمام اون جذابیت هایی رو که دارم جلو میذارم. بسیار خوب دوستان. و اما بریم ببینیم که کارت های ماه شناسی دوستان عزیزان دل برای شما با ماه نو برای هفته آینده چه انرژی هایی رو به همراه میاره. خب کارتی که افتاد برای شما میتون میگه که معنوی باشین. خب معنوی باشین و دست به عمل بزنین. هم معنویت، یعنی بهتون میگه که ببینین دو تا ماهی هستن که دارن حرکت میکنن، در واقع برج حوت یا برج ماهی رو براتون افتاده. توجه کنین دو تا ماهی هستن، یعنی که میگه معنویت شما و دست به عمل زدن شما دو تا مخالف نیستن، با هم دیگه همسویی دارن. اوکی؟ و ماه کامل هستش. ممکنه که مسئله هست که تا ماه کامل با شما همراهی داشته باشه، که حتما داره. خب دوستان بریم ببینیم انرژی های دیگه چه خبر هست در دامنه ها ابعاد مختلف زندگی. در مورد مسائل احساسیتون برای یک سری ها دوستان میزان شدن هست، رسمی شدن مسئله هست، دادگاهی هست یا اینکه به هر حال ورقه‌ای هست که باید امضا بشه در زندگی احساسیتون، یا اینکه به طور کلی یک سری از شما عزیزان دل به فکر این هستین که مسئله ای رو چیکار کنین، درست کنین، میزان کنین و دو مرتبه تعادلی رو وارد زندگی احساسیتون کنین. خب بریم ببینیم چه خبر هست در مورد زندگی احساسیتون با کارت های دیگه دوستان. خودتون افتادین دوستان. و ما بریم ببینیم که کارت بعدی چه خبر هست. یا
یک سریاتون منتظر یا ورقه ای هستین یا اینکه نامه ای هستین در مورد زندگی احساسیتون، منتظر مکالمه ای هستین. زندگی احساسیتون براتون و شروع احساسی داشتن و اینکه شفای قلبتون براتون مقداری انگار که نگرانتون کرده، انگار که دوست دارین که یک شروع دوباره توی زندگی احساسیتون داشته باشین، ولی یک گذشته میوندار هستش که رازی وجود داره، چیزی وجود داره که شما رو چیکار کرده، مقداری نگران کرده. خبری به گوشتون خواهد رسید از نظر احساسی و همجور کارت اول که میگفت شاید خبری هستش که باعث بشه که مسائل برای شما روشن بشن دوستان. اوکی بریم ببینیم که در مورد دامنه کاری چه خبر هست برای شما عزیزان دل. در دامنه کاری چرخ اقبال براتون افتاده. ببین کارت آرکان ماژور براتون در مورد دامنه احساسیتون بود، آرکان ماژور یا تاروت و کبیر در مورد دامنه کاریتون هست، ببخشید کاریتون. در مورد دامنه کاری شما عزیزان دل وارد دوره جدیدی میشه، حرکت براتون افتاده، جا به جایی براتون افتاده، چیزی تمام میشه، چیز دیگه شروع میشه دوستان. به هر حال یک سریاتون هم ممکنه که در ماموریت های کاری باشین این هفته. ببینید من فکر میکنم برای یک سریاتون شروع چیز جدیدی هست، چیزی داره تمام میشه در دامنه کاریتون، به سمت یک مسئله خیلی بهتر و زیباتر دارین میرین و یه به سمت یک مسئله بسیار مستحکم میریم. بعد از دوره سختی که شاید در مورد مسئله کاریتون داشتین به یک مسئله کاری بسیار مستحکم دارین میرسین دوستان. ببین کارت بعدی بهمون چی میگه. کارت بعدی حرف از این میزنه یک سری هم دوستان احتیاج به استراحت دارین. مسئله کاریتون باید یه مقدار ببینیم. بله. یک سریاتون هم احتیاج به استراحت دارین. یک سریاتون هم شاید واقعا کارتون رو رها میکنین و به سمت مسئله کاری میرین که براتون خوشایند هست. خب ولی به طور کلی دارم میبینم که بله به سمت یک مسئله بسیار زیبای کاری میریم. ممکنه که در همون کاری که هستین که میشناسینش دوستان چیز دست به کارهای جدیدی بزنین که حال خودتون رو خوب کنه. ببینید سه تا آرکان ماژور عجیب و غریب برای من در مورد مسائل مالیتون هم ببینید شروع دوباره افتاده، وارد دوره جدیدی دارین میشین، همه عوامل در دست دارین که بخواییم مسائل مالیتون رو چکار کنیم، بهش سر و سامان بدیم و درست کنیم. مسائل براتون روشن هستن، خوشحال و خسین از موقعیت مالیتون، میدونین که چگونه یک مانعی رو که بر سرتون راهتون هست این هفته بخواین چکار کنیم، بخواین دورش بزنیم و اینکه مسائل جلو ببریم. به هر حال از یک مانع دارین در میان دوستان، مسائل داره براتون روشن میشن. مسئله بوده براتون طاقت فرسا، ممکنه که این مسائل مالی، مشکلات مالی توی زندگیتون تکرار میشدن و حالتون رو مقداری بد کرده بوده. دارم میبینم که دارین به دنبال راه حلی هستین این هفته، حالا که همه چیز روشن هست که جان دوباره بگیرم دو مرتبه و اینکه مسائل رو چکار کنم حل کنم. میدونی که زمان خواهد برد برای درست کردن این مسئله و به این آسونی هایی که باید نیستش. خب فرشتگان مقرب حرف از این بهتون میزنن که سکوت یک طلا هستش، در سکوت هست که جواب ها رو داری و این در آرامش هست که تو پادشاه هستی. خب بعضی وقتا بهتر این هست که سکوت کنیم و تا اینکه بتونیم فکر کنیم. سکوت راهی هست که تو رو به سمت درونت میبره و اینگونه هستش که تو اون گنج واقعی درونی خودت رو در میابی. عزیزان دل این فایل شما بود، امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه، خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین تیر. دوستان با همدیگه ببینیم که در هفته 7 تا 13 خرداد چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. عزیزان مثل همه برج های دیگه که گفتم تکرار میکنم، برای شما هم به همین صورت، برای اینکه انرژی های شما به من بخوره و یک همسویی و همجهتی درست داشته باشیم و برای یک تبادل منصفانه، اگر تا حالا عضو این کانال نشدین لطف کنین اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین تا عضو این کانال بشین و اگر که حتما این کار رو انجام بدین لایک بذارین یا اینکه کامنت بذارین تا اینکه این کانال به هر حال این انرژی هامون به هم بخوره و این گونه هستش که شما هم به این کانال کمک خواهید کرد. انرژی عدد شناسی که برای شما افتاده دوستان انرژی عدد 6 هست و حرف از این میزنه که من مسئولیت پذیر هستم و اینکه من به اون موقعیت هایی که دور و برم هستند دقت میکنم و تعهدات جدید رو، مسئولیت های جدید رو میپذیرم و به دنبال این هستم که دور و برم رو متحد کنم و راهنمایی کنم.
انتخاب کنم، متعهد بشم و از اینکه مسئولیت هام رو ازش فرار کنم میپرهیزم و خودم رو باز میکنم به سمت ملاقات های جدید و به اون به قول معروف ظرفیت ها و گنجایش های خودم ایمان دارم. خیلی خوب دوستان، بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه. من از کارت ماه شناسی برای شما عزیزان دل استفاده می کنم. چرا؟ چون هفته دیگه ماه نو هست و ببینیم چه انرژی ماه نو با شما همراهی می کنه. بهتون میگه که شما و نزدیکانتون در امنیت هستین. پس انرژی آسودگی خاطر در واقع برای شما داره میاره. برای خاطر شما رو آسوده میکنه که آروم باشین. خب شما در امنیت هستین و عزیزانتون هم در امنیت هستن. خب دوستان بریم ببینیم اولین دامنه‌ای که با هم دیگه نگاه میکنیم دامنه احساسی هست، بعد کاری، بعد مالی و بعد پیام فرشتگان مقربتون. خب دامنه احساسی شما، یک سری از شما عزیزان دل در غم هستین، در غم گذشته هستین، رابطه از گذشته شما هنوز فراموش نکردین و این زخم روحی به قول معروف رها شدن و فراموش شدن در درون شما هست. انگار که چشم شما فقط به یک سوراخ بسیار سیاهی بند هست و اون چیزهایی که دور و برتون هستن نمیبینی. مثل شخصی، انرژی شخصی که در عزاست، در واقع در مورد شخصی، در مورد انرژی، در مورد اینکه در مورد این شخص باید دوره نقاهتی رو پشت سر بگذارین عزیزان دل. و دو مرتبه دارم میبینم که شانسی داره در خونتون میاد، شانسهای کوچیک کوچیک دارن در خونتون میاد بعد از اینکه مسائل برای شما روشن شدن. اوکی عزیزان دل، پس در حال حاضر حالتون بد هست ولی دارم میبینم با گذشت زمان این هفته به خودتون این شانس رو میدین که شاید به قلب نازنینتون شفایی بدین. شاید شروع دوباره با شخصی توی زندگیتون باشه، با شخصی شاید دیدارهای کوچک داشته باشه. این مسائل احساسی براتون بسیار روشن هستن دوستان. به آخر یک دوره توی زندگی احساسیتون رسیدین و یک حرف از دوستی میزنه. شاید این هفته دوستان و بیشتر در مورد مسائل احساسیتون به سمت دوستاتون برین و اینکه از دوستاتون توصیه بطلبین مثلا، یا اینکه برای اینکه حالتون بد هست به سمت دوستاتون برین و با دوستاتون صحبت کنین. بریم ببینیم در مورد مسائل کاری چه خبر هست. در مورد مسائل کاری دوستان، دامنه کاریتون انگار دامنه پر از کشمکش هست، یا اینکه در مورد مسائل کاریتون باید خودتون رو آماده کنین وارد نبرد بشین. خب مسائل کاریتون شاید از شما انرژی زیاد میبره. بس ببینید یک این هفته انگار هفته ای هست که در اون مشکلات مالی ممکنه کاری براتون شما وجود داشته باشه. یک سریاتون چرا خانه‌تون افتاده در این مورد؟ ممکنه که در مورد مسائل خانگی، مالی، خانگی، ببین مثلا مسائل کاری یه وقتایی در مورد مسائل روزمره‌تون هم ممکنه باشه. در مورد مسائل کاری، در مورد پول، خانه مشکلی وجود داشته باشه. خب یا اینکه این هفته مسئولیت‌های شما در مورد مسائل کاریتون بسیار زیاد و کمرشکن هست براتون. ببینیم کارت آخر چه خبر هست دوستان. کارت آخر حرف از برگشت. یک مسئله‌ای که در گذشته بوده داره برمیگرده به سرتون، توی به سمتتون توی مسائل کاری. انگار مسائل همینجوری دارن تکرار میشن دوستان. اوکی؟ و حال شما رو مقداری بد کرده. برای یک سریاتون که کار ندارین دوستان، توجه کنید ممکنه که مسائل خانه، در مورد پول، در مورد یک خانه مانعی در سر بر سر راهش وجود داشته باشه و اینکه متوجه دارین میشین که باید دو مرتبه بجنگین برای این مسئله. اینم ممکنه باشه برای یک سریای دیگه. خب و ما بریم ببینیم در مورد مسائل مالی چه خبر هست دوستان. در مورد مسائل مالی برای شما عزیزان دل، ببینید نمیدونید چی کار کنید در مسائل مالی. چشمتون بسته است، نمیدونید چه راهی رو انتخاب کنید و اینکه نمیخواین حقیقت رو ببینید. ببین چیزی تمام شده در مورد زندگی مالیتون، یک بستگی وجود داره. خب در مورد مسائل گذشته است در واقع این زندگی مالیتون. زندگی مالیتون ببینید باید راهی رو انتخاب کنید، با تصمیمی بگیرید، ورقه ای امضا کنین، کاری رو انجام بدین و الان در حال حاضر شک و تردید داریم و دلنگران این مسئله هستین که آیا اونجوری که خودتون دلتون میخواد انجام میشه. مسئله که مربوط به گذشتتون هست دوستان و برای شما دارم میبینم که حرف از چی میزنه؟ حرف از برای یک سریاتون مسائل مالیتون به مسائل احساسیتون هم یا زوجیتون بستگی داشته دوستان. اوکی؟
برای یک سریاتون دارم میبینم که برای ممکنه که مسائل مالیتون نسبت به یک تابوت باشه، در مورد یک مسئله که ارث و میراثی هم وجود داشته باشه توش بهش بپردازین، برین محضرداری ببینین، امضای انجام بدین. خب دوستان، فرشتگان مقرب به شما میگن که فراوانی رو جشن بگیر. کی بهت گفت که تو لیاقت فراوانی نداری؟ تو حق این رو داری که به سهم خودت فراوانی داشته باشی. در این دنیا نیومدی که فقط تجربیات بد رو داشته باشی و بدبختی رو تجربه کنی. فراوانی هم برای تو هست و من میتونم کمکت کنم که اون رو به دست بیاری، اما تو هم باید به من کمک کنی با داشتن افکار مثبت و برای اینکه بخوایم کارهای خوب رو با هم دیگه برقرار کنیم. خب دوستان، این فال شما بود، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین مرداد. دوستان با هم ببینیم هفته 7 خرداد تا 13 خرداد چه انرژی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. ولی عزیزان، مثل همیشه ازتون خواهش میکنم برای یک تبادل منصفانه، برای اینکه انرژی های من به شما بخوره و همچنین انرژی های شما رو بتونم جذب کنم و فال ها به شما بخوره، اگر تا حالا عضو این کانال نشدین لطف کنین اون دکمه سابسکرایبر رو فشار بدین و همچنین لایک یا کامنت بذارین که انرژی ها با هم دیگه همسویی و هم جهتی و هم خوانی داشته باشن. خب کارت، اولین کارتی که براتون میکشم کارت عدد شناسی، عدد 6 براتون افتاده. حرف از این میزنن که دست به عمل میزنم و آشتی میکنیم. من بیشتر ترجیح میدم که آشتی کنم، آرام کنم، به آرامش برسم و از کشمکش میپرهیزم. همسویی و همجهتی در زندگیم به وجود میارم و نرمش وارد زندگیم میکنم. از اینکه بخوام همه چیز رو به دل بگیرم میپرهیزم و یاد میگیرم که به دیگران هم اعتماد کنم، به جای اینکه بخوام همه چیز رو خودم تحت کنترل داشته باشم و به فکر یک راه حل هستم و همه چیز رو آرام میکنم. خیلی خوب، و ما بریم ببینیم که هفته آینده دوستان ماه نو و هلال ماه هست، ببینیم چه انرژی هلال ماه برای شما دوستان به همراه میاره. انرژی که هلال ماه برای شما میاره بهتون میگه که زحمت های شما نتیجه خواهند داد. پس یک سری از شما عزیزان دل ممکنه که ماه جدید برای شما یک سری از انرژی های مثبت رو بیاره که اون کارهایی که دارید تو زندگیتون در حال حاضر انجام میدین و برای زحمت کشیدین به یک حاصل برسیم و محصول دسترنجتون رو درو کنیم. خیلی خوب، بریم ببینیم اولین انرژی چه خبر هست. اولین انرژی که برای شما در دامنه احساسی افتاده دوستان کارت زیبای عشاق افتاده، یعنی که دوچار چنگانگی میشین این هفته دوستان در مورد دامنه، در دامنه احساسیتون، بلکه یک سریاتون شاید فکر میکنین آنچه را که باید از زندگی احساسیم دریافت نمیکنم و اینکه توازنی در اون وجود نداره، و یا اینکه عزیزان توجه کنین ممکنه که دوچار، ببینید باید انتخابی بین دو نفر یا دو شرایط انجام بدین، یا اینکه حداقل دو نفر هستن، حالا شما نکنه از اون دلبرا هستین که چندین و چند نفر توی زندگیتون هستن. خب بریم ببینیم که در دامنه احساسی دو مرتبه چه انرژی با شما همراهی میکنه. خب شک و تردیدتون زیاد هست، سعی میکنین با حس درونیتون تصمیم بگیرین. در مقابل چی؟ در مقابل آنچه را که میخوام آیا در زندگی احساسیم خواهم داشت، کدوم راه رو انتخاب کنم و کدوم راه حل رو بذارم. ببینید کارت عشاق و این کارت راه، ببینید برای شما بسیار مشخص و واضح افتاده. باید یک راهی رو چکار کنین برین، یا برین یا اینکه باید مسئله رو انتخاب کنین. در واقع در زندگی احساسی شما انگار که شما تنها نیستین در مورد تصمیم گیریتون و دیگران، نظر دیگران هم مهم هستن، یا اینکه دیگران هم باید حرف خودشون رو بزنن. در واقع خب ببینیم کارت بعدی چی بهمون میگه. کارت بعدی حرف از خانه میزنه. خب مسئله احساسیتون این هفته مسئله هست که میشناسینش، آنچنان تغییر نخواهد کرد. در واقع خب بریم ببینیم کارت های دیگه چه بهمون میگن دوستان در مورد مسائل کاریتون. اگر مسائل کاری ندارین دوستان، مسائل روزمرتون یا اینکه اداری سازمانی، به حاجت رسیدم براتون افتاده، از آنچه که دارین خوب و خوش و خرم هستم، استفاده میکنم، او
خوب هستش، حالتون خوب هستش در کاراتون، حرف از صحبت میزنه، میبینیم کارت دیگه بهمون چی میگه. شانس های کوچیک کوچیک در خونتون داره میاد، صحبت میکنه در مورد مسائل کاری، در مورد یک ورقه، در مورد یک سند دارم براتون صحبت میبینم، ببینید نوشته دارم میبینم، مسئله که خوشحالتون خواهد کرد این هفته در مورد مسائل کاری. بعد کارت بعدی حرف از این میزنه که بله مسئله ای هستش که به سمتش بسیار یا براش خیلی زحمت کشیدین یا اینکه براتون خیلی مهم هست دوستان. اوکی، در موردش صحبت هایی گفته میشه، شما اونو مثل یک شانس میبینین. یک سریاتون هم دوستان انگار که سر کارتون به سمت شخصی بسیار گرایش دارین. خب بریم ببینیم که در مورد مسائل مالی دوستان، در مورد مسائل مالی هم دارین تحقیق میکنین، انگار در مورد مسئله تحقیق میکنین و اینکه میترسین از اینکه چیزی رو از دست بدین در مورد مسائل مالی، برای همین بیگدار نمیخواین به آب بزنین. دوستان در مورد مسئله این کارت مال، برای چندین و چند بار این تابوت در مورد مسائل مالی براتون افتاده، تغییر تحول مالی بعد از یک دوره بسیار شاید سختی داره براتون پیش میاد دوستان. اوکی، یک شروع دست به کاری میزنین که در موردش نگران هستین، بستگی داشته، دارین تحقیق میکنین، نمیخواین سرتون شاید در مورد شخصی کلاه بره، این یک طرف قضیه هستش. در مورد یک مهاجرت هم ممکنه باشه، نمیخواین سرتون کلاه بره. و اینکه از جانب دیگه ای که میخواین دست به پروژه بزنین، دست به کاری بزنین و در مورد اون دارین تحقیق میکنین، این مسئله هستش براتون شکست افتاده دوستان. همچنین میگه با استراتژی درست جلو برین، خوب مطالعه کنین که ببینین، به خاطر که حرف از خیانت این پشت میزنه، ممکنه که شخصی انرژی مذکری با شما رو راست نباشه و این مسئله مالی باعث شکست شما بشه دوستان. مواظب خودتون باشین عزیزان دل. و اما بریم ببینیم فرشتگان مقرب چه حرفی بهتون میزنن. مری کارت مال کارت ماهای دیگه بود. ببین فرشتگان مقرب حرف از این میزنن که اینقدر تجزیه تحلیل نکن، اینقدر به دنبال این نباش که هر چیزی رو بخوای بفهمی چجوری کار میکنه و از خودت تو تقاضای اونو داری که دریافت کنی، پس خود قلبت رو باز کن تا اون چیزی که بهت هدیه میشه دریافت کنی. در واقع به خاطر اینکه همیشه به دنبال این باشه که مسائل رو درک کنی بفهمی، تو از اصلیات دور داری میشی. خوشحال باش بیشتر و لذت ببر از آنچه که دستت میاد و از آنچه که داری. خب عزیزان دل، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین شهریور. دوستان با هم ببینیم در 7 خرداد تا 13 خرداد در این هفته چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. دوستان عزیزان، مثل همه برج ها بهتون میگم که برای یک تبادل منصفانه و اینکه انرژی هامون به هم دیگه بخوره و همچنین من شما رو بتونم جذب کنم و شما بتونید انرژی منو جذب کنین، پس اگر تا حالا عضو این کانال نشدین، لطف کنین اون کانال، اون دکمه سابسکرایبر رو فشار بدین تا عضو این کانال بشین و حتما لایک یا بذارین یا اینکه کامنت بذارین. خب بریم ببینیم با هم دیگه چه خبر هست و چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. انرژی عدد 4 این هفته با شما همراهی میکنه و حرف از ساخت و ساز میزنه. میخواین به مسائلی که دست به مسائلی که میزنین اونها رو بهشون یک استحکامی بدین و از اینکه خودتون در حالت ساخت و ساز گذاشین. انرژی من اینه که میخوام بسازم، میخوام متعهد بشم، میخوام مسئله رو رسمی کنم، میخوام از این حالتی که در بستگی هستم در بیام، بر روی ترس هام کار میکنم و اینکه زمان حال رو زندگی میکنم و از اینکه بخوام خیلی آینده نگری کنم میپرهیزم. خب و احساس میکنم که انرژی لازم رو دارم که بخوام در زندگیم جلو برم. بسیار عالی. و اما میریم یک کارت دیگه میکشم دوستان که کارت ماه شناسی هست. هفته دیگه ماه نو یا هلال ماه هست، ببینیم که چه انرژی برای شما دوستان عزیزان میاره این ماه نو. انرژی که برای تو میاره این که میگه که به آنچه که فکر میکنی غیر ممکن هست ایمان داشته باشین که ممکن هست. پس شاید یک مسئله که ازش دل کنده باشین و براتون سورپرایز های بسیار خوبی ماه جدید بیاره دوستان. اوکی؟ بریم ببینیم در ابعاد مختلف زندگیتون چه خبر هست، در قسمت احساسی، در قسمت کاری و مالی دوستان. اولین کارتی که میکشیم انرژی احساسی شما هست عزیزان دل. ببینیم
انرژی احساسی پرفرس اشراق میزنه، کارت اشراق براتون افتاد. ممکنه که مقداری سردرگم باشین در مورد زندگی احساسیتون، زندگی احساسیتون ندونین چه انتخابی بخواین انجام بدین، یا اینکه در مقطعی از زندگیتون هستین که باید زندگی در مورد زندگی احساسیتون تصمیم بگیرید. برای یک سریاتون به دوستان در خانه‌تون این هفته در زندگی احساسیتون، احساسی میتونه هیجانی هم باشه، ممکنه که مقداری دلنگرانی وجود داشته باشه و اینکه سعی کنید در رو خودتون ببندید. ممکنه که یک سری از شما عزیزان دل بله در منتظر خبری هستم، نگران هستم، در روی خودم میبندم در واقع. خب بریم ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن در مورد زندگی احساسی. کارتی که برای شما افتاد حرف از بحث و گفتگو میزنه. من فکر میکنم که این هفته سعی میکنین که برین با دیگران حرف بزنین، برای اینکه راه حلی برای زندگی احساسیتون و استحکام دادن به زندگی احساسیتون پیدا کنین. دوستان در مورد زندگی کاریتون، دوستان انگار که یک مسئله سختی از گذشته وجود داره که در مورد مسائل کاری انگار در عذاب هستید. انگار آنچه دست ردی به شما خورده باشه، حالا یا فراموش شدم یا اینکه دست ردی بهم خورده و فقط اون قسمت منفی رو دارم در نظر میگیرم. زندگی کاری یا زندگی روزمرتون، بعد اون کلید افتاده، راه حلی سر راهتون داره قرار میگیره دوستان، ولی شما اینقدر که جذب در اون مسئله هستین که هیچی رو نمیبینین. راه حلی که حال قلبتون رو خوب میکنه دوستان در مورد زندگی کاریتون، ولی که ببینین یک شخصی در کنار شما ممکنه کمکتون کنه که دست به کاری بزنین، دست به کاری که شاید خیلی وقت دوست دارین انجام بدین و در درون خودتون نگه داشتین، ولی یک سریاتون هم انگار زندگی کاری و احساسیتون به هم دیگه وابسته هستش و به سمت یک مزار بسیار خوب و عالی دارین میرین در مورد زندگی کاریتون. در حال حاضر مشکل دارین دوستان، اوکی؟ شما میخواین مثلا همش به صورت عالی و خوب پیش بره، به هر حال راه حل سر راهتون داره قرار میگیره، نگران اون مسئله نباشه. در مورد زندگی مالیتون عزیزان دل، به یک بلوغ احساسی در مورد دامنه مالیتون رسیدین و اینکه میدونین چه کار کنین که مسائل جلو برن در مورد دامنه مالیتون. و ببینین لنگر براتون افتاده، ببینین من کارتا رو میریزم دوستان. به یک ثباتی دارین میرسین در مورد ورقه ممکنه در مورد مسئله که در گذشته بوده برای شما عزیزان دل، مسائل دارن پیشرفت میکنن، به یک ثبات مالی میرسین، خیالتون راحت هست، مشکلی من تا اینجا نمیبینم. ببینید کارت بعدی بهمون چه میگه. کارت بعدی حرف از خارج میزنه، ممکنه که یک سری از شما عزیزان دل به سمت حالا یا یه مسافرتی خارج برین، یا اینکه از نظر مالی تغییر تحولات خیلی خوبی توی زندگیتون به وجود بیاد. یک سریاتون بهتون تغییر تحول واقعا افتاده، جابجایی مالی افتاده عزیزان دل. خب شاید هم یک سریاتون باید یک جابجایی مکانی داشته باشه که برای اون مسئله باید چیکار کنیم، پول خرج کنیم، ولی هر چیزی که هست مسائل خیلی خوب هستن، یک ثباتی توی زندگی مالی شما وجود داره. فرشتگان مقرب بهتون میگن به مسافرت برو. ببین دقیقاً بهتون گفتم حرف از مسافرت ممکنه بزنه براتون. بهتون میگن که دوست دارم که تو رو ببینم که یک مسافرتی آماده میکنی و به جایی داریم میریم و اینکه الان به جای میری برای اینکه لذت ببری، برای اینکه حالت خوب بشه، برای اینکه به جای رو کشف کنی. تو به اندازه کافی کار کردی و الان موقع اون رسیده که تو استراحت کنی. این پروژه به تو اجازه این رو خواهد داد که همه چیز رو روشن ببینی و ایده های تو روشن بشن، برای اینکه بتونی یک تصمیمی رو بگیری توی زندگی. من با تو در کنار تو خواهم ماند و اینکه به تو این قدرت رو خواهم داد که چیزهای جدید رو کشف کنی و چیزهای بسیار زیبا و خوب رو. خب عزیزان دل، این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه، خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین مهر. دوستان با هم ببینیم هفته 7 تا 13 خرداد چه انرژی هایی با شما دوستان و عزیزان همراهی میکنه. عزیزان دل، مثل همه برج های دیگه بهتون میگم برای اینکه یک تبادل منصفانه باشه بین ما و همچنین انرژی ها با هم دیگه همسویی داشته باشن و بتونم انرژی شما رو جذب کنم و همچنین شما انرژی منو داشته باشین، پس ازتون خواهش میکنم که اگر تا حالا عضو این کانال نشدین اون دکمه سابسکرایبر فشار بدین و عضو این کانال بشین و حتما لایک کنید یا کامنت بذارین. دوستان بریم ببینیم با هم دیگه این هفته چه انرژی هایی از نظر عددشناسی اول با شما همراهی میکنه. انرژی 6 براتون افتاد، عدد 6 دوستان.
عدد 6 حرف از آشتی میزنه، حرف از آرام کردن میزنه و اینکه این هفته شما بیشتر به فکر این هستین که چگونه بتونین یک سری از مسائل تو زندگیتون چیکار کنین، آرام کنین و به یک آشتی برسین و یک درگیری و کشمکش رو خاموش کنین. به شکل به فکر همفکری همسویی هستین و اینکه میخواین نرمش رو در شرایطی که در اون هستین بذارین و از اینکه بخواین همه چیز رو به دل بگیرین میپرهیزین و از اینکه بخواین همه چیز رو تحت کنترلتون باشه میپرهیزین و به دنبال یک راه حل برای تصحیح شرایطی هستین. دوستان برای شما یک انرژی ماه شناسی هم براتون میریزم به خاطر اینکه هفته یانده ماه نو یا هلال ماه هست. ببینیم هلال ماه چه انرژی رو برای شما عزیزان دل همراهی میاره. انرژی که براتون افتاد، واو، کارت بسیار زیبایی افتاد براتون که حرف ماه کامل، کارت ماه کامل براتون افتاد برای هلال ماه و حرف از این میزنه که شما به درجه دارین میرسین که بتونین یک به اون چیزی که میخواین، به اون خواستهتون برسین. دوستان دقیقا رسیدین به اون مرحله. بسیار زیبا دوستان. بس ماه جدید انرژی های بسیار خوبی رو داره میاره بر شما که شما رو هل میده به سمت حاجت روایی در واقع. خب بریم ببینیم کارت انرژی دیگه چی هستن، چه خبر هست در انرژی های دیگه. اولین دامنه که نگاه میکنیم دامنه احساسی دوستان. خب من این کارت دیگه هم براتون میریزم و بعد با هم دیگه شروع میکنیم بخوندن. آخرین کارت رو براتون میکشم دوستان. بعد یک سری از شما عزیزان دل در مرحله از زندگیتون هستین که دارین آماری از زندگی احساسیتون میگیرین در واقع. در واقع دیگه میگین کاری ندارم انجام بدم. اون کاری رو که باید انجام دادم و الان منتظر اون هستم که نتیجه اون رو ببینم. دارم میبینم مواظب یک سری از بحثا، کشمکش ها در زندگیتون باشین، در خانه‌تون باشین در واقع. یک سریاتون هم چیکار میکنین؟ دارین حرکت میکنین. یک سریاتون انگار رابطه ای رو رها میکنین. یک مسئله سختی رو پشت سر میگذارین و این چرا؟ چون ببینین مسئله شده شاید برای شما دیگه قدیمی، مسئله شده برای شما شاید بدون رنگ و بو و پشمرده در واقع. خب بحث های قدیمی، همون حرف های قدیمی، همون شخص قدیمی، همون چیزهای مسائلی که برای شما اینجا دارم میبینم بسیار چی هستش، دردآور هستش. مواظب بحث و دعوا باشین این هفته. ولی همونجوری که این کارت عدد 6 میگفت شما به دنبال آرامش و آرام کردن مسائل هستی، دارم میبینم از این بحث و دعوا دارین میرین چون حال شما خودتون رو هم بد کرده انگار. برای یک سری ها البته دوستان توجه کنین، این انرژی ها انرژی های کلی و جنرال هستن. توجه کنیم پس به طور کلی انرژی اصلی شما این هستش که آماری از زندگیتون دارین میگین، دیگه کاری از دستتون بر نمیاد، اون کاری که باید رو انجام دادین. در مورد مسائل کاری عزیزانی که کار نمیکنن، در مورد مسائل به طور کلی روزمرتون یا اداری سازمانی براتون شیطان افتاده، مسئله هستش که انگار به سمتون بسیار وسوسه هست یا اینکه استراب دارین. ببینیم حالا من کارت دیگر رو میریزم ببینیم چه خبر هست. ببینید مسئله هستش که مربوط به گذشتهتون اولا هست، اوکی؟ مسئله هستش که شما رو شاید تحت استراب و نمیدونم ترس گذاشته. برای یک سریاتون ممکنه مربوط به یک جابجایی باشه، اوکی؟ ممکنه که برای شما یک جابجایی جایی مکانی یا در مورد یک مهاجرت هست. ببینید کجا هستین. براتون یک کلید افتاده، راه حلی سر راهتون داره به وجود میاد و اینکه دارم میبینم که با درایت کامل و با زرنگی کامل مسائل کاریتون رو دارین جلو میبرین. خب مسئله هست که خیلی وقت هستش انگار توی زندگی شما، زندگی شما رو تا حدی تحت تاثیر قرار میده. و اما در مورد مسائل مالی، یک سری از شما عزیزان دل انگار که بی پولم بی چیزم، آنچنان حالتون خوب نیست در مورد مسائل مالی. سر به زانو دارین هستین دوستان و اینکه دارم میبینم که بله شک و تردید دارین از اینکه مسائل مالیتون این هفته بتونه سر و سامان بگیره. خب و ببینید
کارت بعدی، ولی بعدتون روش، بعد از ماه، بعد از دوره‌ای که شاید بعدتون سخت بوده، دوستان دارم میبینم که مسائل زیبا در راه هستن براتون و خورشید براتون افتاده. ماه و خورشید در یک خط برای من حرف از تعادل میزنه. مسائل متعادل خواهند شد و مسائل آرام خواهند شد. این هفته ممکنه این مقداری استراب داشته باشه، حالتون آنچنان درست نباشه، ولی کارت‌های بعدی دارم میگم مسائل باید مقداری صبوری کنین، مسائل درست خواهند شد. در مورد فرشتگان مقرب شما بهتون میگن که نقشه زندگیت رو تصور کن. تو میتونی توسط تصور کردن نقشه زندگیت میتونی به اون چیزی که بخوای برسی. پس چشماتو ببند، اون چیزی که میخوای واقعا تصور کن. بیشتر از هر کس شخص دیگه ایم، فرشته مقرب تو میدونه که چه چیزی منتظر تو هستش. پس بنابراین آنچرا که تو از ژرفای وجودت میخواییم قابل عمل هست، از حالا یک ورقه بردار و اونها رو بنویس. بسیار عالی عزیزان دل، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین آبان. دوستان با هم ببینیم هفته 7 تا 13 خرداد چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه و چه خبر هست. عزیزان دل، همجور که به همه ماهای دیگه، به برج های دیگه گفتم، برای یک تبادل منصفانه و برای اینکه انرژی هامون با هم دیگه همخوانی داشته باشه و همسویی داشته باشه که من بتونم شما رو جذب کنم و شما بتونید انرژی من رو بگیرید و کارت ها براتون جوابی داشته باشه، اگر تا حالا عضو این کانال نشدین لطف کنین اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین و حتما لایک کنید یا کامنت بذارید، ازتون خواهش میکنم. خب بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی ها. اولین کارتی که براتون میکشم کارت عدد شناسی هست. اوکی. از که شما عزیزان آبان ماهی بسیار عجله داریم. برای شما میگه که من از خودم جلو میزنم. از خودم سبقت میگیرم در واقع. و اینکه به تمام پروژه هایی که دارم و به کارهایی که انجام میدم یک اوجی میدم بهشون. در سطح بالا انجام میدم. از اون پتانسیلی که دارم، استعدادهای خودم استفاده میکنم و از این که بخوام شک و تردید کنم میپرهیزم و جلو میرم. تقاضای کمک میکنم و این که انگیزه دارم و انرژیم رو برای کارهایی که توی اون مؤثر باشم برای زندگیم به کار میبرم. کارت بعدی دوستان، کارت ماهشناسی رو با هم دیگه نگاه میکنیم و ببینیم که چه انرژی برای ماهشناسی برای شما هست. همونجور که میدونه هفته آینده ماه نو هست یا هلال ماه هست. هلال ماه ببینیم چه انرژی براتون میاره. انرژی که برای شما میاره بهتون میگه زمان اون رسیده که دست به عمل بزنید. پس عدد 11 حرف از این میزنه که باید از خودتون سبقت بگیرید. پس زمان اون رسیده که برای بهبودی زندگیتون کاری انجام بدین و دست به عمل بزنید. خب بریم ببینیم که انرژی های دیگه در دامنه های مختلف زندگیتون چه چیزی رو به همراه میارن دوستان. اولین دامنه رو که با هم دیگه نگاه میکنیم دامنه احساسی هست. بعد میریم سراغ دامنه کاری و بعد سراغ دامنه مالی دوستان. در دامنه احساسی عزیزان دل، یک چیزی از زندگیتون کم هستش. انگار دست به سر هستین و اینکه منتظر این هستین که دست غیبی بیاد یک کاری براتون انجام بده. در خواب و رویا به سر میبرین در دامنه احساسیتون و اینکه شاید هم برای یک سریاتون دلتون برای شخصی تنگ شده. ببینیم کارتهای دیگه بهمون چی میگن. خب دوستان، در دامنه احساستون انگار که کشمکش و اینکه بحث زیاد وجود داره عزیزان دل. ببینین و اینکه دارم میبینم که برای یک سریاتون انگار که زندگی جنسی و زندگی به قول معروف فیزیکی شما آنچنان در اون اتفاق خاصی نمیفته، ولی بدونی که تغییر و تحولی براتون داره به وجود میاد. اوکی؟
اگر که شما خانم هستین برای شما تغییر تحولی داره به وجود میاد، و اگر شما آقا هستین برای شخص مورد نظرتون تغییر تحول بسیار خوبی. ولی ببینید کشمکش وجود داره. حالا این کشمکش ممکنه خودتون در درون خودتون باشه در واقع، اوکی، مسئله شده زندگی احساسیتون، زندگی مسئله طاقت فرسا براتون. این هفته هم به همون صورت همین صورت خواهد ماند، ولی دارم میبینم کم کم اوج خواهیم گرفت. زمان اون رسیده که کاری برای زندگیتون به هر حال انجام بدید. بریم ببینیم در دامنه کاری، و اگر که دامنه کاری ندارین در دامنه زندگی روزمرتون، خب ببینین، خب در دامنه کاریتون، در دامنه به قول معروف زندگی روزمرتون، ببین خیلی برای من جالب هست که اومدم برای دامنه کاری و زندگی روزمرتون کشیدم روزا برای احساسی و هیجانیتون ریخت در واقع. شاید برای یک سریاتون عزیزان دل یک کاری تمام شده و اینکه به آخر یک دوره از کاریتون رسیدین و اینکه خیلی احساساتتون تحت تاثیر قرار گرفته، به درون خودتون هستین، بدونید که در مورد شما در دامنه کاریتون ببینید حسود زیاد هست، انرژی سالس زیاد هست. خب کسایی که پشت سرتون ممکنه که یک مقدار بشنن شایعه پراکنی کنن و حرف بزنن و باعث بشن که شما رو بیشتر گم و گیج کنن. خب در مورد حتی ممکنه که سر کار شما اگر کار میکنین در مورد زندگی احساسیتون حرف زده بشه. خب به هر حال هر چیزی که هستش عزیزان دل، دارم میبینم که زندگی کاریتون با زندگی احساسیتون ببینین انگار که یک ارتباط مستقیم داره. برای یک سریاتون ببینین در خانه هستم، مادر هستم یا پدر هستم، ولی توی زندگیم به هر حال زندگی روزمرم حسود انرژی سالس وجود داره. خب و اینکه نمیدونم چجوری از این حالت بدی که دارم در بیام. به هر حال زندگی این هفته زندگی کاری شما، زندگی روزمره شما عزیزان دل، ممکنه مقدار توش گم و گیج باشه. ممکنه که بعد افراد باشن دور و برتون که آنچنان با شما منصفانه برخورد نکنن. در مورد زندگی دوستان مالیتون دارم میگم اوج میگیرین، قدرتمند دارین میشین در مورد زندگی مالیتون. حرف از قرارداد میزنن، حرف از مسئله میزنه که خوب هست براتون. زندگی مالیتون داره پیشرفت میکنه. ببینم کارت دیگه حرف دارم میبینم دارین میزنین، شاید با سازمانی اداره جایی دارین حرف میزنین و براتون پول افتاده. حرفای مادی مالی که برای شما خیلی خوب هسته، شما رو داریم قدرتمند میشین و اینکه پول داره گیرتون میاد در واقع در زندگی مالیتون. و اینکه ببینون کارت آخر چه کارتی هست، حرف هست خیانت میزنه. مواظب این باشه، مواظب قولهایی که به شما دور و برتون دارن میدن باشین دوستان، اوکی؟ یک سریاتون هم ممکنه که مادرتون در کنارتون کمکتون کنه در زندگی مادیتون. این مشکل افتاده این هفته برای شما، انگار که زندگی مالیتون مشکل دارین توش، ولی دارم میبینم قدرتمند میشین. یک سریاتون به هر حال مادری هست در کنارتون که کمکتون میکنه، ولی یک سری دیگه به طور کلی مسائل دارن درست میشن. ولی مواظب یک خیانتی باشین، مواظب این باشین که دیگران به شما دروغ نگن. به طور کلی در دو دامنه زندگیتون، در سه دامنه زندگیتون دارم میبینم این هفته یک مقداری ممکنه که همه ستا به هم دیگه مربوط باشن در واقع، کاری، مالی و احساسیتون، و اینکه یک جورایی انرژی سالسی در اینا وجود داره که شاید باعث بشه که این انرژی سالس همینه که همین باشه که همین باشه، ستاشون یکی باشن. میدونین؟ ممکنه هم این باشه دوستان. خب بریم ببینیم فرشتگان مقرب براتون چی میگن؟ بهتون میگن عشق بی شرط و شروط رو حس کن، خودت رو اونقدر دوست داشته باش و دیگران خیلی دوست داشته باش، عشق بی شرط و شروط. اگر تو میتونستی یادت بیاد که از کجا میای، تو از جایی میای که پر از عشق بوده و در آن هیچ توقعی برگشتی وجود نداشته. این عشق بدون شرط و شروط بوده. من دوستت دارم و اینکه من تو رو اینگونه دوست دارم.
وقتی که کاری رو انجام میدی برای اون دلیلی وجود داره و وقتی که کاری رو انجام میدی با عشق اون انجام بدی و برای عشق همه چیز امکان داره. خب دوستان عزیزان این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین آذر. دوستان با هم ببینیم در هفته 7 خرداد تا 13 خرداد چه انرژی هایی با شما در ابعاد مختلف زندگیتون همراهی میکنه. عزیزان آذر ماه توجه کنید مثل تمام برج های دیگه برای اینکه یک تبادل منصفانه بین انرژی هامون وجود داشته باشه و اینکه بتونم شما رو جذب کنم و شما به همین صورت انرژی مامون همسویی داشته باشن و همخوانی داشته باشن، عزیزان دل ازتون خواهش میکنم حتما اگر تا حالا عضو این کانال نشدین عضو این کانال بشونین، اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین و همچنین لایک کنید یا کامنت بزنید. خب بریم ببینیم اولین انرژی از نظر انرژی عددخوانی برای شما چی هست. عدد 4 براتون افتاده که خودتون رو آماده میکنین و کار میکنین و اینکه آماده هستین برای اینکه به مرحله بعدی برین. پروژه هاتون رو دارین، چه کار میکنین، تعیین میکنین، ارجحیت هاتون مشخص هست، به زندگیتون، به کارهاتون دارین یه فرمی میدین، یک جهتی میدین دوستان و اینکه صبور هستین و از اینکه بخواین عجول بازی در بیارین و اینکه هنوز اتفاق نیافتاده بگین اتفاق افتاد میپرهیزین. با روش و با درست حسابی دارین جلو میرین در واقع. خب منظم هستین و در هر کاری که میکنین نظم و ترتیب بهش میدین. خب دوستان بریم ببینیم که انرژی بعدی چه خبر هستن در اونها. قبل از که برم سراغ ابعاد مختلف زندگی دوستان من یک کارت انرژی ماه رو برای شما دوستان میریزم و اینکه ببینیم چون هفته آینده ماه نو یا هلال ماه هست با هم ببینیم چه انرژی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. انرژی که با شما همراهی میکنه انرژی فراوانی هست. بهتون میگه فراوانی در انتظار شما هست. بسیار خوب و زیبا دوستان. پس ماه جدید برای شما فراوانی رو به همراه خواهد آورد. خب دوستان با هم ببینیم در ابعاد مختلف زندگیتون چه خبر هست و چه انرژی با شما دوستان از اینون همراهی میکنه. خب اولین انرژی در مورد زندگی احساسیتون. در مورد زندگی احساسیتون دوستان برای شما دارم مکالمه میرم یا اینکه شتاب در مسائل یا مکالمه ای دارید سراغتون میاد دوستان یا اینکه در مسائل دارن جلو میرن. خب و کائنات هم بر سر راه شما داره علائمی رو میذاره که به اونها باید توجه کنیم. کارت های دیگر من میریزم و بعد میخونیمشون. خب کارت های مقدار انگاری که چپ و غلطی افتادن. اوکی. بعد یک سریعتون عزیزان دل من فکر میکنم که مکالمه داره به سمتتون میاد، شاید از جانب چندین و چند نفر، شاید پیشنهادات مختلفی در دامنه احساسی داشته باشین. به هر حال مسائل احساسیتون آنچنان که دلتون بخواد داره جلو میره و خودتون با حس درونیتون و حس ششمتون هم ارتباط مستقیم دارین در مورد مسائل احساسیتون. پس خیلی خوب هست، هفته‌ای هستش که واقعا لذت بخش هست روی مسائل احساسی. در مورد مسائل کاری اگر کار نمی‌کنین دوستان در مورد مسائل روزمره‌تون عزیزان دل توجه کنید برای شما فراوانی افتاده و اینکه ببینید حالا من کارت‌ها رو می‌ریزم و بعد در موردش باهاتون صحبت می‌کنم. ببین دوستان از یک مسئله سخت دارین در میان، از یک گذشته سخت در مورد مسائل کاری در اون سختی زیاد بوده دارین در میان دوستان،
زمان خواهد برد تا اینکه مسائل اونجور که خودتون دلتون میخواد دو مرتبه درست بشن. به هر حال مواظب بحث و دعوا بر سر مسائل کاریتون یا در زندگی روزمره و خانوادگی فامیلیتون باشین دوستان، و اینکه نگاه کنی حرف از دروغ داره میزنه. پس شاید بحث، دعوا و یا اینکه کشمکشی وجود داشته باشه در دامنه کاری یا دامنه به هر حال زندگی روزمرهتون که این مسائل به خاطر یک دروغی بود هست که شخصی یا کسی گفته. مواظب این مسئله باشین، مواظب بحث باشین، مواظب این باشین که مواظب دیگران باشین دوستان. اوکی، حالا بریم ببینیم که در مورد زندگی مالیتون به چه صورت هست. پس از یک بستگی به هر زندگی کاریتون داره در میاد دوستان. در مورد مسائل مالی، یه مسئله سختی رو دارین پشت سر میگذارین، آبهای سخت رو پشت سر میگذارین، آبهای سخت ببخشید دوستان، مسائل سخت رو داریم پشت سر میگذاریم، تکان داریم میخوریم برای مسائل مالیتون. خب به سمت ببین، باز هم براتون امید و آرزو افتاده، پس ستاره بخت و اقبالتون بالای سرتون هست، خواب و رویای شما زیاد هست و به سمت خواب و رویاتون دارین میرین و با نقشه دارین میرین دوستان. یعنی اینکه قشنگ با نقشه و با زیرکی کامل دارین به سمت اون مسئله که براتون بسیار مهم هست و خواب و رویاتون هست در مورد مسائل کاریتون دارین میرین. یک سریاتون هم مالیتون، در مسائل مالیتون بر از روی اینترنت دارین انجام میدین. ببین برای اون هم انرژی کامل دارین و هم درایت و زرنگی کامل رو دارین دوستان. اوکی، و اما بریم ببینیم که فرشتگان مقرب چی بهتون میگن. فرشتگان مقرب بهتون میگن من به تو مغرور افتخار میکنم، مغرورم افتخار میکنم. از وقتی که من و تو انتخاب کردیم که با هم کار کنی، حتی یه لحظه نبوده که من به تو اینقدر که نبوده که من به تو افتخار نکنم. تو یک شاگرد بسیار خوبی هستی و اون کاری رو که باید در برای مأموریت زندگیت انجام میدی. تو به من اعتماد داری، به حرفای من اعتماد میکنی و که سعی میکنی که منو دریابی، و بیشتر از همه تو به اون علائمی که من بر سر راهت قرار میدم توجه میکنی. خب دوستان عزیزان، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین دی وی. بله دوستان، ما هم ببینیم که هفته 7 تا 13 خرداد چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه و چه خبر هست دوستان. عزیزان دل، مثل همیشه همونجور که من برای برج های دیگه گفتم، برای تبادل یک انرژی منصفانه و اینکه هم من انرژی شما رو بتونم جذب کنم و هم که شما انرژی منو جذب کنیم و با هم خان انرژی هامون همسو و هم جهت باشن، اگر تا حالا عضو این کانال نشدین لطف کنین اون دکمه سابسکرایبر رو فشار بدین و همچنین لطف کنین لایک کنین یا کامنت بذارین. خب دوستان بریم ببینیم اولین انرژی برای شما چی هستش. انرژی عدد 7 براتون افتاده. 7 حرف از این میزنه که من تفاوت هام رو با دیگران مشخص میکنم و من به خودم ایمان دارم. من تفاوت هام رو جلو میذارم و اینکه بر روی اون مشخصات رو نمیدونم خودم کار میکنم که من از دیگران متفاوت تر هستم. خودم رو بر روی یک مسئله متمرکز کردم و بر رابطه‌ای که در اون هستم یا این جهت خاصی دارم میدم. از اینکه خودم رو بخوام بر روی مادیات متمرکز کنم میپرهیزم و بیشتر کارشناس هستم و فروتن هستم و اون کاری که میدونم رو در خدمت دیگران قرار میدم، اون چیزی که بلد هستم در واقع. خب دوستان، از اونجا که هفته آینده هفته ماه نو یا هست هفته ماه نو هست ماه نو هست، یک انرژی ما هم برای هفته آینده برای عزیزان در میاریم. ببینیم چه خبر هست، چه انرژی با خودش ماه نو برای شما میاره. بهتون میگه که مقدار ری نفس بکشین. شاید یک سریاتون خیلی الان در مسئله دست به عمل داری میزنین و مشغول هستین، این کارت حرف از این بهتون میزنه که نفس بکشین دوستان. خب دوستان بریم ببینیم که در ابعاد مختلف زندگیتون چه خبر هست و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. ببینین در دامنه احساسیتون خیلی خوب صادقانه
مسائل احساسی وجود دارن، کسی میاد شاید احساساتش رو بیان میکنه، یا اینکه شما میرین احساساتتون رو برای کسی بیان میکنین، به هر حال ممکنه که بیان از شما دلبری کنن یا خودتون هستین که میخواین برین دلبری کنین. در مورد ببینیم کار دیگر رو، کارت های دیگر رو دوستان، بسیار زیبا خوشبختی براتون افتاده، روشنه، واو، ماه و بخشید خورشید و ستاره در کنار هم دیگه هستن، برای شما اون خواب و رویاتون بسیار روشن هست، دارین به سمتش میرین، میفهمین چی میخواین، خوشحال و خوشبخت هستین. خب به سمت حالا یک ورقه دارین میرین یا به سمت برحال شاید حتی رسمی کردن مسئله میرین. یک سری هم ممکنه که در حال حاضر یک مسئله احساسشون رو مخفی نگه دارن و اینکه میخواین یک مسئله احساسی درست حسابی و عالی توی زندگیتون داشته باشین دوستان. در دامنه کاری اگر کار نمی کنین، زندگی روزمره تون دوستان، برای شما کارت عشاق افتاده، باید انتخاب کنین، یا اینکه دوچار دوگانگی میشین در مورد مسئله، یا اینکه باید انتخابی رو انجام بدین دوستان. سه تا کارت دیگه براتون میکشم. شانس، از اداره سازمانی عزیزان دل برای شما به سمت شما مکالمه خواهد آمد که برای شما خوششانسی خواهد آورد. مکالمه هست که موقعیتی ممکنه سر راه شما قرار بده دوستان. من اینکه دارم میگم مسئله هست که شاید از گذشته داره سراغتون میاد، که مسئله که در گذشته بوده الان داره به سمتتون میاد و شما باید یک تصمیم بگیری، ولی به هر حال هر چیزی که هست چیز بسیار خوبی هست و خوششانسی براتون خواهد آورد. خب و یا اینکه بعد از یک سکوتی که توی مسائل کاریتون بوده الان مسائل کاریتون دوباره دارن راه میافتن. در مورد مسائل مالی هم وارد دوره جدیدی از زندگیتون داری میشین دوستان. در مورد مسائل مالی اینکه حرکت براتون افتاده، حرکت میکنین در مورد مسائل مالی. ما بریم ببینیم چه خبر هست در مسائل دیگه، در مسائل دیگه، در مسائل مالی براتون همه چیز روشن هست، میدونین که دارین به سمت جلو میرین. کارت دیگه، موقعیت های مختلفی سر راهتون در مورد مسائل مالی وجود داره دوستان، و همچنین اشخاصی هستن دور و برتون که به شما وفادار هستن. از نظر مالی دوستان، دوستانی دارین که میتونه روشون شاید حساب کنه، ولی مواظب یک بحث باشین دوستان. اوکی، در مورد مسائل مالی مواظب یک بحث باشین، سعی نکنین که با خشونت صحبت کنین، به خاطری که دارم میبینم که شاید دوستانتون رو چیکار کنین، ناراحت کنین. در مورد فرشتگان مقرب، پیامی که برای شما دارن بهتون میگن که خودت رو رها کن. اون چیزی که در این لحظات میتونم از تو بخوام این هستش که خودت رو رها کنی در مورد این شرایط و مسائل رو همون جوری که هستن بپذیری. ما با هم یک شرایطی رو یک راه حلی رو پیدا میکنیم، اما برای اون من احتیاج رو به این دارم، احتیاج رو به تو دارم که تو صبوری کنی و وقتی که تو آرام شدی برای من آسانتر هست که تو رو به اون جایی که باید ببرم و اون چیزهایی که دوست داری رو بهت نشون بدم. خب دوستان عزیزان، این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه، خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزان متولدین بهمن. دوستان توجه کنین، با هم میخواییم بریم ببینیم چه انرژی هایی با شما همراهی میکنه برای 7 خرداد تا 13 خرداد. عزیزان دل، همجور که به برج های قبل گفتم، برای این که یک تبادل منصفانه با هم داشته باشیم و اینکه این انرژی خانی ها با هم دیگه به قول معروف به شما بخوره و هم خانی و هم سویی داشته باشه انرژی هامون با هم دیگه، این تبادل انرژی، ازتون خواهش میکنم که اگر تا حالا عضو این کانال نشدین اون دکمه سابسکرایبر رو فشار بدین تا عضو این کانال بشین و حتما لایک کنید یا کامنت بذارید. خب بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی ها. اولین انرژی که براتون افتاد انرژی عدد 2 افتاد. حرف از همکاری میزنه. من همکاری میکنم. من ترجیح میدم که همکاری کنم و من به صورت 2 نفره کار میکنم. یعنی که حاضرم به هر حال این شراکت رو بپذیرم و اینکه من نرمش رو در هر کاری که انجام میدم و حتی در روابطم به وجود میارم. از اینکه خودم رو در عزلت بذارم در میارم، میپرهیزم و اینکه از شک و تردید
پرهیزم همچنین. من به دنبال این هستم که با دیگران همراهی و همکاری کنم و همچنین به دیگران کمک میکنم. همکاری رو ترجیح میدم و کار انجامنی انجام میدم. پس بیشتر به فکر همکاری هستیم، مشارکت هستیم با دیگران. دوستان توجه کنین، از اون جایی که هفته آینده ماه نو هست یا هلال ماه هست، عزیزان دل، من یک کارت براتون میریزم در مورد انرژی ماه نو. ببینیم چه انرژی براتون به همراه میاره ماه نو. واو، انرژی بسیار زیبایی داره براتون به همراه میاره ماه نو، براتون ماه کامل داره میاره. بهتون میگه که به آخر یک دوره بسیار سخت در زندگیتون دارین میرسین. بسیار زیبا دوستان. خب بریم ببینیم که در ابعاد مختلف زندگی شما چه خبر هست دوستان. اوکی، خب اولین دامنه ای که با هم دیگه نگاه میکنیم دامنه احساسیتون هست. خب در دامنه احساسیتون دست به سر هستین، با خودتون کشمکش درونی دارین. یک سری از عزیزا با هم دیگه با خودشون خود درگیری دارن در دامنه احساسیشون. نمیدونم یا غرور شما هست یا اینکه نمیخواین احساس شکست کنین، نمیدونین چه کار کنین، راه حلی ندارین، نمیدونم. به هر حال دامنه احساسیتون بسیار سخت و سنگین هست براتون، براتون طاقت فرسا هستش. ولی در کنار اون دارم میبینم که شاید پیشنهاداتی براتون وجود داشته باشه. به هر حال اینجوری نمیمونه، ولی نگاه کنین باز هم میبینم مسائل براتون سنگین هستن. شاید مسائل حالا جسمی و جنسی و فیزیکی داره براتون به وجود میاد، یا اینکه اصلا دست به سر هستین و اینکه نمیدونین چه کار کنین در این دامنه ها. برها دامنه احساسیتون انگار براتون واقعا ببینیم کشمکش افتاده، کشمکش اینجا، کشمکش اینجا، پر از کشمکش هست. خودتون با خودتون یا اینکه با دیگران، ببینید که مشکل دارن یک سریاتون در مورد دامنه احساسی دوستان. خب دوستان بریم ببینیم در مورد دامنه کاری چه خبر هست. در دامنه کاری ببینید خودتون دارین رها میکنین. خب وارد، ببینید قبل از مرحله ای هستین که وارد دوره جدیدی از زندگی کاریتون بشین دوستان. ببینیم که چه خبر هست. وفاداری در کنارتون افتاده در دامنه کاریتون دوستان. ببینید یه مقدار دلنگران هستین، ولی دارم میبینم که با دلنگران هستین، میترسین، ولی بدونین که با هوش و استعدادی که شما دارین و بازرنگی کامل دوستان، به خاطر که روباه بسیار زرنگ هست دوستان، ببینیم دارین چی کار میکنین، دارین در دامنه کاریتون پیش میرین و ببینیم دارین یک سلامتی، دامنه کاریتون دامنه سلامتیتون رو هم چیکار کرده، دربر گرفته برای یک سریاتون و دارین کم کم یک سلامتی رو چیکار میکنین به دست میارین. منتظر یک شاید تصمیم گیری هستین، واسه همین هستش که ببینین اینجوری درگیری دارین با خودتون یا اینکه نگران هستین. بریم ببینیم که در دامنه مالی چه خبر هست برای شما. ببینیم پول داره گیرتون میاد دوستان. یک شانس جدید و خیلی عالی داره سر راهتون از نظر مالی قرار میگیره که دو دستی چسبیدین بهشون. باز هم به خودتون دارین با خودتون فکر میکنین در مورد دامنه مالی، ولی در مورد مسئله، حالا یک سری ها ممکنه مسائل ارثی هست براتون افتاده، ولی برای یک سریاتون دوستان ممکنه مسئله به این فکر این هستین که چگونه بتونین مسائل مالیتون رو از این بستگی که هست در بیارین، یا ارثتون رو از دست یک سری از دشمنان در بیارین دوستان. به هر حال حرف از ورقه داره میزنه، حرف از این میزنه که مسئله هست. حالا این یایی که برای خودتون نگه میدارین آنچنان در موردش صحبت نمی کنین مشکلات مالیتون رو، یا اینکه به طور کلی حرف از این میزنه که به دنبال راه حلی هستین برای ارث یا میراثی. و ببینین حرف از این میزنه، ببینین برای من این حرف از ادغام شدن در مورد مسائل احساسی میزنه، ولی برای من به یک تفاهم رسیدن، به یک توافق رسیدن و یک ورقه دستتون اومدن در مورد مسائل مالی براتون میزنه. حالا ممکنه این هفته ورقه گیرتون نیاد، ولی به هر حال هفته هست شاید بسیار مهم برای استارت یک سری از مسائل دوستان. در ببینید فرشتگان مقرب چی بهتون میگن عزیزان دل. فرشتگان مقرب بهتون میگن که تو قوی هستی، تو این قدرت خارق العاده رو در خودت داری، قدرت تصمیم گیری،
تصمیم در مورد آنچه را که میخوای انجام بدی و زندگیت رو تغییر و تحول بدی بهش و خودت رو تغییر بدی. تو بله، تو این قدرت رو داری، من رو به من اعتقاد داشته باش. من تو رو بیشتر از هر کس دیگه میشناسم و حتی بهتر از خودت. و اگر من به تو بگم که تو قادر به تصمیم گیری هستی و یا تغییر زندگیت، پس بنابراین تو قادر هستی. پاشو و این کار رو سریع و سر انجام بده. من با تو هستم. بسیار زیبا دوستان. عزیزان دل، این فایل شما بود. امیدوارم که براتون باتون حرف زده باشه. روی ماهتون رو میبوسم. بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه. خدا نگهدار دوستان. سلام دوستان و عزیزان متولدین استان. دوستان با هم ببینیم هفته 7 تا 13 خرداد چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه و چه خبر هست. دوستان عزیزان توجه کنین، برای اینکه یک تبادل منصفانه بین ما وجود داشته باشه و از اون و برای اینکه انرژی هایی که من میخونم با شما همخوانی داشته باشه و همسویی داشته باشه، لطف کنین اگر تا حالا عضو این کانال نشدین اون دکمه سابسکرایبر رو فشار بدین تا عضو این کانال بشین و حتما لایک کنین یا کامنت بزنین. خب دوستان ببینیم چه خبر است. اول انرژی عدد 11 براتون افتاده. من به منفعت دست جمعی کار فکر میکنم و اینکه شرایط رو تغییر میدم، پیشرفت میکنم، به حس ششم هم توجه میکنم، خود تباهی نمیکنم و میآفرینم و به اون ظرفیت ها و گنجایش های خودم اعتماد دارم و اینکه دیدم رو بر روی مسائل وسعت میدم. از اونجا که هفته آینده ماه نو یا هلال ماه هست دوستان، پس بنابراین من یک کارت برای ماه هم برای شما میریزم. ببینیم که چه کارتی برای شما در میاد دوستان. خب یک کمی فاصله بگیرین از مسائل. ببینید مسائل رو با یک دید دیگه نگاه کنید. هر چقدر از مشکل نگاه کنید دوستان، شما وقتی هر چقدر پای کوه باشه، اون کوه برای شما بسیار عظیم و بزرگ هستش. هر چقدر از کوه فاصله بگیرین، کوه کوچیک و کوچکتر میشه و میتونید بین دو تا انگشتتون اون رو بگیرید. پس بنابراین بهتون میگه که از مسائل فاصله بگیرید. خب ببینیم چه خبر هست در ابعاد مختلف زندگیتون. اولین بودی رو که نگاه میکنیم با هم دیگه، مسئله دامنه یه احساسیتون هست. در دامنه احساسیتون وارد دوره جدیدی از زندگیتون میشین. حالا بریم ببینیم چی بهتون میگه. سورپرایز هایی در پیش راه هست. خب راه حلی سر راهتون داره قرار میگیره. سرنوشت در کنارتون هست دوستان. با وجود اینکه ممکنه که نگرانی هایی وجود داشته باشه، ولی خب کلیدی راه حلی سر راهتون قرار میگیره و اینکه دارم میبینم که یک ممکنه پیامی به دستتون در مورد دامنه احساسیتون برسه که این در این پیام شما یک راه حلی خواهید دید. بریم یک کارت آخر بهمون چی میگه دوستان. کارت آخر حرف از این میزنه در مورد مسئله‌ای که خیلی وقت هست وجود داره. خب شاید این دل نگرانی شما خیلی وقت هست وجود داره دوستان. بریم ببینیم که در مورد مسائل کاری چه خبر هست. اگر کار نمی‌کنیم، بیکار هستین دوستان، پس در مورد مسائل روزمره‌تون هست. ببینید برای شما انگار که انتخاب مشکل هستش. نمی‌خوام اشتباه کنم در مورد مسئله یا اینکه مقداری گم و گیج هستم و اگر انتخابی داشته باشم می‌خوام بهترین انتخاب رو انجام بدم. دارم براتون می‌بینم که دوروبرتون آدم هست سر کارتون، مسئولیتتون زیاد هست بر سر کار. اگر که حتی توی خونه هم باشین مسئولیتتون زیاد هست و اینکه دارم میبینم، ببینید یا اینکه اون جایی هست که شما کار میکنین مسئولیتتون بالاتر خواهد رفت، یا اینکه به طور کلی هر جایی که هستین عزیزان دل ببینید بر مسئولیت پذیری دارین پیدا میکنین در مسئله، در دامنه. خب مثلا آنچنان که دلتون میخواد دارن جلو میرن و دارن اوج میگیرن در واقع. خب بریم ببینیم که کارت بعدی بهمون چی میگه. کارت بعدی حرف از تعطیلات میزنه و حرف از که مسائل خوب و خوش در راه هستن براتون. بسیار خوب، خیلی خوب و زیبا کارت ها براتون افتادن. در مورد مسائل
مالی براتون ببینین، یا مسائل مالیتون دست شخصی انرژی مذکر بسیار قوی هست، یا اینکه این خودتون هستین که به زندگی مالیتون یک ثبات داری میدین و یک چهارچوب مستحکم دوستان. جا به جایی دارم براتون میبینم، جا به جایی مالی میبینم، مسائل دارم تغییر تحول میکنم، ممکنه که یک مقدار خرجتون بالا باشه یا مسائل مالی کمرتون شکسته باشن، ولی دارم میبینم که داریم با نقش عمل میکنیم. به طور کلی دوستان یک تغییر تحولی در زندگی مالیتون به وجود بیاد، ولی تغییر تحولی که به سختی داره به وجود میاد. اوکی عزیزان، و دارم میبینم با نقشه و با درایت کامل دارین جلو میرین. آخرین کارت ببینیم چه خبر هست. آخرین کارت حرف از مشکلات براتون میزنه، انگار که دامنه مالیتون واقعا ببینید این صلیب و این مشکلات با هم یکی هستن. دارین چارچوبی میدین به زندگیتون، مشکلات رو دارین حل میکنین، با درایت و عقل حل میکنین. شاید این هفته مشکلات حل نشن دوستان در دامنه مالیتون، زمان خواهد برد تا اینکه بخواین چیکار کنین این مشکلات حل بشن. خب فرشتگان مقرب بهتون میگن اینقدر تجزیه و تحلیل نکن و اینقدر به دنبال این نباش که مسائل رو بخوای تجزیه و تحلیل کنی. تو تقاضای این دریافت کردن چیزی رو داری، پس حالا قلبت رو باز کن و اون هدیت رو دریافت کن. اینقدر نپرس از خودت من چجوری این کار کردم، چرا این کار رو کردم. به خاطر اینکه میخوای خیلی به دنبال جواب بری و مسئله رو بفهمی، من میترسم که از اصلیات دور بشی. از آنچه را که داری به نحوه احسن استفاده کن و خوشحال باش. عزیزان دل، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش دوستان، و تا فال دیگه خدا نگهدار عزیزان.